سلام علیکم به پاکستانی و ایرانی دوستان. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه ویدیو دیگه با ما خوش اومدین. امروز روز استقلال پاکستانی هست و پاکستانی ها توی سیاتل ایونت دارن و این روز رو جشن میگیرن و ساسی میخواد منو ببره توی این ایونتشون و من خیلی هیجان زده هستم، چون که دوست دارم بدونم که فرهنگ ها و ملیت های مختلف چجوری روز استقلالشون رو جشن میگیرن. و یه چیز جالب در این مورد این که توی این روز پاکستانی ها رنگ سبز یا سفید میپوشن و چون رنگ پرچمشونه، قسمت سبز روی پرچم مربوط به مسلمان هاست و قسمت سفید که یه قسمت کوچیکتریه مربوط به بقیه ادیانه و ماه و ستاره هم باز دوباره نشانه مسلمان هاست. و دیگه منم همین فقط لباس سفید رو تونستم پیدا کنم، البته الزامی نیست پوشیدن سفید و سبز. در کل الان هر لباس دیگه ای هم اوکیه که اگر میپوشیدیم، ولی چون من اولین بار دارم توی همچین ایونتی شرکت میکنم، دوست داشتم که رعایت کنم و سفید بپوشم. سفید پوشیدم، چیز سبز پیدا نکردم، ولی این خودش خیلی خوب ست کرده. بلیزش سبزه، شلوارش سفیده، حالا بعدم بهتون نشون میدم. اوکی، الان میخوام ازش بخوام که خوشم یه توضیح کوچیک بده در این مورد و بعد تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. راستی یادتون نره که قبلش ویدیو رو سابسکرایب کنید. مرسی از همتون. Hey guys, today we're going to celebrate our Independence Day, Pakistani Independence Day, which is officially on 14th August. But because we are in the United States and as a Pakistani Muslim community, they are celebrating like a Pakistani Independence Day, which is why we celebrating in this day. Because in United States, people have holidays on weekends like Saturday, Sunday. So people are off only on Saturday and Sunday. So we got Sunday and that's why it's gonna be head on, I think, on downtown Bellevue Park. So we're gonna go there and it's just gonna be like fun. It's a food stalls, our culture things and like all this stuff. We're gonna remember our founders who created our country and how we get our country after so many struggle and all. So that's why we're gonna celebrate this. And today I bring Yalda with me, so I'm gonna show her that how we celebrate and how our culture is. So I hope you're gonna like it. Yeah, I'm really excited about that. Yeah. Sassy. Afghanistan is over there, India is over there, and Iran, and we are in the middle. We are neighbors of everywhere. اینجا اعلام کردن که وقت نماز ظهره و مردم دارن برای نماز خوندن جمع میشن توی این قسمت.
و برای غذا خوردن باید از این قسمت تیکت میگرفتیم و من واقعا دوست داشتم همبرگرشون امتحان کنم، ولی متاسفانه فقط پول نقد قبول میکردن، دستگاه کارتخوان نداشتن و ما هیچ کدوممون هم پول نقد همراهمون نبود و اینجوری بود که نشد که بشه. اینم یه قرفه‌ایه که توش طرح‌های مختلف و با حنا یه دستتون طراحی میکنن و همونطور که میبینین هر طرحی قیمت مختلفی داره. مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدین. امیدوارم که از ویدیو کوتاه امروزم هم خوشتون اومده باشه. قصدم فقط نشون دادن یکی از فرهنگ‌های مختلف بود که ببینین مردم توی روزای خاصشون چجوری لباس می‌پوشن و چی کارا می‌کنن. البته دوستم میگفتش که توی کشور خودشون خیلی مفصل‌تر اینو برگزار می‌کنن، که البته برای ما هم همینطوره. مناسبت‌های خود ایرانیام اینجا نسبت به ایران متفاوت تره یکم، که خب این طبیعیه، ولی همین که مردم توی یک کشور غریب اهمیت میدن به فرهنگشون، اهمیت میدن به جشن و مناسبت‌های مهم کشورشون و دور هم جمع میشن و این روزو به هر حال با هم جشن میگیرن یا دور هم غذا میخورن یا صنایع دستی یا چیزای مربوط به کشورشون رو میارن توی اینجور مناسبت‌ها به معرض فروش میذارن و این هم برای خودشون خوبه و هم برای ملیت‌ها و فرهنگ‌های دیگه که آشنا بشن با فرهنگ خاص اون کشور. امیدوارم که خوب و خوش باشین، مراقب خودتون باشین، کانال سابسکرایب کنید و منتظر ویدیو بعدم باشین. خدافظ.